با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، ادوین کشیش آبنوس هستم و خوشحال هستم که یک فرصت تازه‌ای به ما داده شد که بتونیم با سری تازه‌ای از یک سری درس‌های جدید خدمت شما دوستان عزیز باشیم. درسایی که ممکنه یه مقدار متفاوت باشه با بخشایی که قبلا با همگی داشتیم به خاطر طبیعت بحث انگیز و حساس، ولی در استودیو هستیم که کسی در این قسمت کارشناس به ما کمک بکنه، دکتر ساسان توسلی. مرسی ادوین جان، ما که با هم یه سری برنامه‌های دیگه هم داریم درباره تاریخ کلیسا میزنیم. خیلی ممنونم برای دعوت دوباره واسه این سری، امیدوارم ایزان قاطی نکنن سری ها رو با هم این دیگه. درس‌ها کاملا متفاوت هستش. آره، ولی خیلی ممنونم که داریم با همین همکاری رو می‌کنیم. مرسی برای محبتتون، همیشه از وجودتون استفاده می‌کنیم. موضوع این سری درس‌ها در مورد اسلام و مسیحیت است و اسمش رو انتخاب کردیم مقایسه الهیات مسیحی و اسلام. می‌خواید یک توضیح کوتاهی در رابطه با این سری درس‌ها بدید؟ و میدونم که درس‌های قبلا هم درس‌های در این زمینه در جاهای مختلف داشتی، تفاوت این سری درس‌ها با درس‌های دیگه چیه؟ خیلی ممنون. آره، به نظر من از من خواسته شد که، یعنی می‌خوام تو این برنامه‌ها خیلی با هم رک و صادقانه صحبت بکنیم و امیدوارم که عزیزانی هم که دارن ما رو تماشا میکنن وارد این گفتگوی ما با هم بشن. معمولا واقعیت ادوین جان میدونیم که ما سعی کردیم اصلا وارد صحبت‌های درباره اسلام نشیم تو کانال‌های مسیحی، حالا بعضی از کانال‌ها، بعضی از ماها تا حالا هیچ وقت زیاد وارد موضوعات اسلام و مقایسه اسلام و مسیحیت نشدیم به طور مستقیم. چرا؟ چون خواستیم که فقط درباره مسیحیت و ایمان مسیحی صحبت کنیم، نمی‌خوایم کسی بهش بر بخوره، بی احترامی بشه، احساساتش جریحه دار بشه. پس یه مقدار خودمون رو سانسور کردیم توی این سال‌های گذشته و درباره این موضوعات صحبت نکردیم. ولی از من خواسته شد که این موضوعات رو مطرح بکنیم و به نظر من وقتش هست تو جامعه ایرانی و تو کانال محبت که ما یه سری با هم دیالوگ هایی رو درباره اسلام و مسیحیت داشته باشیم. حالا در این نظر شخصی بنده است، خیلی از صحبت های تو این برنامه ها نظر شخصی بنده خواهد بود، ولی معمولا وقتی که در جامعه مسیحی درباره اسلام صحبت میشه، چه جامعه مسیحی ایرانیش چه جامعه مسیحی که بنده تو آمریکا میبینم، معمولا من حس میکنم دو نوع افراط و تفریط وجود داره. یکی این که انقدر با بی احترامی و توهین درباره اسلام صحبت میشه که خیلی صحبت‌ها زننده است، صحبت‌ها حتی خیلی وقتا از نظر آکادمیک اعتبار نداره، صحبت‌های پر از توهین، پر از مسخره کردن، پر از بی‌احترامی و فقط برای کوبوندن اون گروه مقابل هست. پس خیلی وقت و اسلام انگار فقط منفی، فقط خشونت، فقط تروریست، فقط بدی، فقط تاریکی و پس یک متاسفانه بعضی وقت درباره اسلام وقتی صحبت میشه با اون افراط هستش که فقط انگار تاریکی محض هست در اسلام و هیچ چیزی اصلا وجود نداره که یک ذره توش درست باشه، حقیقت باشه یا اصلا چیز خوبی باشه. یا اون وره افراط و تفریط، این که همه ادیان با هم یکیان، هیچ فرقی بین اسلام و مسیحیت نیست، هممون میگیم خدا، هممون میگیم عشق به همسایه، هممون میگیم محبت و بخشش و صبر و گذشت. پس این که آقا ادیان همه با هم یکیان، هیچ فرقی نیست، فرقا تو جزئیاته، تو اساس و ذات همه با هم یکیم، یه خدا رو میپرستیم و حرف همه ادیان یه چیزه. پس بین این دو افراط و تفریط من میخوام برنامه‌هایی داشته باشیم که هم بگم که آقا من میتونم با یه دوست مسلمون محترمانه صحبت کنم، با هم گفتگو داشته باشیم، هم اجازه بدم دوست مسلمون ایمان بنده رو نقد کنه، هم اجازه داشته باشم که من سوالامو درباره اسلام مطرح کنم. میشه با دوستی و در احترام با همدیگه صحبت کرد و با همدیگه اختلاف داشت. اختلاف داشتن دلیل دشمنی و بزن بزن نیست. پس چطوری میشه که هم، حالا به قول فارسی خودمونی بنده، هم اختلافات رو ماسمالی نکنیم که آقا همه ادیان یه چیز میگن فرقی نیست، هم واقع بینانه با اختلافات روبرو میخوام بشیم تو این برنامه ها، و همین که بگیم که چطوری میشه اختلافات الهیاتی رو قبول داشت ولی با هم دوست بود، با هم با احترام برخورد کرد، بدون هیچ بی‌ادبی، بدون هیچ توهین. این خلاصه نیت من هست از این برنامه. معمولا میگم وقتی که صحبت سر سیاست و مذهب میرسه خیلی مشکلات و احساسات برانگیخته میشه. امیدوارم هستم توی این سری درسایی که با هم دیگه داریم، همونطور که گفتی، یه مقدار اون واقعیت رو ببینه، بدون اینکه جانبداری بکنه، حقیقت هایی رو که وجود داره رو و باید پذیرفت و باهاش روبرو شد رو صادقانه و شجاعانه باش روبرو بشیم. در این حال اون اختلافاتی هم که میتونه واقعا مسیرها رو عوض میکنه، چون
فقط صحبت سر یک اعتقاد خشک و خالی نیست، بلکه مسائل الهیاتی و به هر حال در مورد عالم آینده است. 100%. نه ببین، بله من نمیخواستم بگم مسائل الهیاتی یا قسمت جزئی از زندگیه، ولی میخوام این رو بگم که من میتونم با یک دوست مسلمون اختلاف عقیدتی خیلی عمیقی داشته باشم و درباره خدا، مسیح، نجات، ایمان، گناه، آخرتم اختلاف داشته باشم. من حالم همسایه باش باقی بمونم. همسایه باشم، دوست باشم و با هم همکاری بکنیم در موردهای اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی، اقتصادی. عضو یک مملکتیم، با هم دیگه مملکتمون رو میتونیم بنا بکنیم. من یه مثال از زندگی خودم میخوام بیارم. وقتی که اون 2-3 سال پیش، حالا از زمانی که ما داریم به برنامه رو درست میکنیم، وقتی اون شلوغی ها تو ایران بعد از انتخابات آقای احمدی نژاد، انتخابات دوره دومش شد و خیلی ها دستگیر شدن و زندانی شدن و مورد حمله قرار گرفتن، آقای گنجی در نیویورک دعوت کرد که افراد بیان برای تحسن و اعتصاب قضا جلوی سازمان ملل. سازمان ملل میگیم، United Nations. بعد و من به عنوان یک مسیحی با افتخار رفتم، چون واسه مهم نبود که حالا مسلمون ها این رو دعوت کردن یا مسیحی ها یا بی ایمان ها. ما همه با هم ایرانی هستیم، چه مسلمونش، چه مسیحیش، چه بی دینش، با هم متحد بودیم برای آزادی زندانی های سیاسی، برای حقوق انسانی، برای حقوق اجتماعی. مسیحی‌ها و مسلمان‌ها تو خیلی جاهای مختلف دنیا امروزه میتونن با هم متحد باشن درباره مسائل اخلاقی، ارزش‌های مشترک میتونیم. اگه مسیحی‌هایی که بنده خب به عنوان یک مسیح مخالف سقط جنین هستم، یادم سالیان سال پیش تو تظاهرات در واشنگتن دی سی برای انتقاد از سقط جنین، مسلمان بود، بودایی بود، یهودی بود، بیدین بود، هاری کریشنا بود. پس میخوام بگم برای یک عالم مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی، هنری، اقتصادی، حقوق بشری، حقوق انسانی، میتونیم با یک دوست مسلمون یا بی ایمان حتی ما شریک باشیم توی فعالیت اجتماعی. درسته. پس میخوام بگم که امیدوارم برنامه‌های ما هم به مسیحیایی که، چون خیلی وقتا مسیحا سوال میکنن که آقا حالا ما اومدیم از اسلام مسیحی شدیم، چرا؟ اصلا اسلام خیلی وقتا، چون واقعا نمیدونستیم اصلا تو اسلام چی بود، حالا به مسیح ایمان آوردیم. میخوایم یه مقدار باز بکنیم. الهیات، صحبت‌های الهیاتی رو داریم میکنیم اینجا که آقا فرقا چیه؟ فرقای اساسی اسلام و مسیحیت چیه؟ برای خود مسیحی‌ها باز بشه این موضوع، چون فقط بعضی وقتا خیلی با یه اسلام رو میگم توی یه کاریکاتور فقط تعریف میکنیم. اسلام فقط خشونت، اسلام فقط دیدش نسبت به زن اینه، اسلام فقط دیکتاتوریه، ولی این واقعا نه، این همچین چیزی نیست و خیلی صحبت‌های دیگه در اسلام هست، خیلی صحبت‌های الهیاتی، فلسفی، تاریخی و غیره. میخوایم یه مقدار موضوعات فرقهای اسلام و مسیحیت رو با هم باز کنیم که خود یک مسیحی ایماندار آشنا بشه با الهیات اسلام، فرقش چیه و ما چطوری میتونیم جواب بدیم به یه سری از اعتراضات اسلام، به یه سری از سوء تفاهمات اسلام درباره مسیحیت. و هم یه دوست مسلمون اگر داریم برنامه ها رو میبینه، میخوام اون دوست مسلمون هم درک کنه من مسیحی خودم رو چه فرقی بین ایمان خودم و اسلام میبینم. چون و حالا این چه فرقی داره، من یه سری برنامه‌های دیگه با کشیش مدبر درست کرده بودم که الان توی یوتیوب هست و تو سایت سما تیوی. اون برنامه‌ها رو واسه تلویزیون درست نکرده بودیم. اسم اون سری برنامه‌ها پژوهشی در قرآن بود که خیلی تمرکز اصلیش به نظر فقط در قرآن، بله، صحبت فقط توی قرآن، توی جمع‌آوری قرآن، نسخه‌های تاریخی قرآن، کپی‌های قرآن، مسئله گرد هم آوری قرآن در تاریخ و بعد یه سری نقد‌های تاریخی، اخلاقی، سندی از قرآن. بیشتر تاکید رو قرآن بود. این سری درس‌ها هیچ ربطی به خود متن قرآن نداره. صحبت‌های الهیاتی رو داریم می‌کنیم. و من وقتی درباره اسلام و مسیحیت درس میدم، معمولاً اینطوری چارچوب صحبت‌های ما تو این برنامه‌ها اینطوری خواهد بود. چطوری اسلام نقد می‌کنه ایمان مسیحی رو نسبت به خدا، نسبت به انسان، نسبت به مسیح و نسبت به کتاب مقدس. اسلام مسیحیت رو نقد میکنه، زیر سوال میبره، حتی میتونیم بگیم حتی کلمه از نقد هم میتونیم قوی تر، انکار میکنه، رد میکنه ادعاها و اساس ایمان مسیحیت رو درباره خدا، انسان، مسیح و کتاب مقدس. تو این صحبت‌ها برای من، داشتم خودم آماده میکردم برای این سری درس‌ها،
که لااقل بتونم بشنم کنار شما میدم تو این قسمت شما خیلی تخصص دارید در کنار در اساس خب با هم با حالا به فیض خدا خواهیم رسید اون قسمت رو در اساس تفاوت بسیار زیادی دارن ولی در ظاهر خیلی شباهت هایی هم وجود داره که اگر ما آشنایی کافی نداشته باشیم اون تفاوت ها اونقدر به چشم نمیاد. باریکلا مرسی اینو گفتی. پس دوست دارم که به یه سری آیات قرآن واسمون نگاه بکنی چون حالا اونایی که تاکید میکنن آقا همه ادیان یه چیز میگیم، خیلی از دوستای مسلمون بارها میگن در طول تاریخ امروزه که آقا ما که مسیحی ها رو قبول داریم، اینا که اهل کتاب هستن، ما پیغمبرشون رو قبول داریم، انجیلشون رو قبول داریم، خود قرآن میگه بیایید با هم رو وجه مشترکمون که ما یک خدا رو با هم میپرستیم، ما همه اون کتابهای آسمانی رو قبول داریم. بعد دوستان مسلمان میگن ما که همه این چیزا رو قبول داریم مسیح از باکره به دنیا اومده، نمیدونم معجزه کرده، مرده زنده کرده، چرا شما ما رو قبول نمیکنید؟ چرا مسیحیت با اسلام و قبول کردن اسلام مشکل داره؟ پس این سوال خوبیه که آقا این وقتی که دوستان فکر میکنن به ظاهر شبیه هم هست، ولی ما صحبتمون اینه که یک کمک عمیق‌تر نگاه بکنی اختلافات خیلی زیادی وجود داره. حالا دوست داری که یکی دو تا از اون آیات قرآن رو بخونی که تأکید میکنه روی وجه مشترک اسلام و مسیحیت، که ما یه صحبت رو میکنیم و ما همه با هم یک چیز رو داریم میگیم. من از سوره عنکبوت شماره 29 آیه 46 میخونم. سوره 29 آیه 46. میخوام سوره ها رو خوب بگیم. سوره 29 آیه 46 که همون عنکبوت نام دیگرش هست. و شما مسلمانان با اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید. خب بذار من حالا اینجا پاس کنم. امیدوارم دوستان مسلمون به همین آیه این قسمت گوش بدن که میگه با اهل کتاب بجز نیکوترین راه مجادله نکنید. به جای جفای مسیحی ها تو مملکت های اسلامی، به جای کوبوندن مسیحی ها و محدود کردن آزادی ها و یا خشونت، همین امروز من تو اخبار میخوندم دو تا کلیسا آتیش زدن در اندونزی به نظرم یا توی یک کشور اسلامی. پس به جای خشونت و کشتار و آتیش زدن کلیسا، خود قرآن دستور میده برخورد نیکو داشته باشید با اهل کتاب. خب ادامه بده. مگر با ستمکاران از آنان میگه. بله. ادامه صحبته. و به اهل کتاب بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتب آسمانی شما به همه ایمان آوردیم و خدای ما و شما یکیست و ما تسلیم و مطیع فرمان اویی. بله، این یکی از آیات بسیار بسیار کلیدی هست که وقتی دوستان مسلمون میخوان دعوت صلح رو با ادیان دیگه مطرح بکنن، به خصوص با مسیحی‌ها و یهودی‌ها، میگن ببین این آیه اصلا به ما دستور میده، به ما میگه که آقا ما کتاب شما رو قبول داریم، ما خدای ما یکیه و بیایم روی اون وجه مشترکاتمون با همدیگه اتحاد داشته باشیم. حتی چند وقت پیش یه سری از متفکرین اسلامی یه نامه‌ای رو به پاپ نوشتن که کلیسای کاتولیک جواب نداد، ولی یه سری پروتستان ها جواب دادن و خیلی هم بحث انگیز بود و هست این نامه و جواب مسیحی ها به این نامه، ولی متفکرین اسلامی جمع شدن و یک مدرکی رو امضا کردن به نام Common Word یعنی همون کلام مشترک. و اولین آیه‌ای که بهش اشاره کردن همین بود که این کلام مشترک بین ما، ایمان به خداست و ما شما را قبول داریم، پس بیاییم با هم متحد بشیم. آیات دیگه هم تو قرآن هست. یه آیه دیگه هم هستش که از قبل آماده کردیم، سوره آل عمران سوره شماره 3 آیه 84 هست که میگه بگو ای پیغمبر، ما به خدای عالم و کتابی که به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگار آمده، به همه ایمان آوردیم، فرقی میان هیچ یک از پیامبران خدا نگذاریم، زیرا ما مطیع فرمان خدا هستیم. آره. ما همه را قبول داریم، و از این آیه چند بار تکرار شده تو قرآن. بب. هم تقریبا کلمه به کلمش مثل این آیه یا شبیه این آیه. حالا اختلافات رو بعدن نگاه میکنیم. ولی اینکه آقا ما همه را قبول داریم و هممون یه چیز داریم میگیم. چون در حقیقت هم وقتی که نگاه میکنیم، خب ادیان ابراهیمی و یهودیت، این اسامی ملقب هستن، ادیان ابراهیمی، یهودیت و اسلام و مسیحیت، همه معتقد به خدای یکتا یا واحد هستن. و این وحدانیت خدا فکر میکنم به نظر خیلی از این افرادی که میگن که ما با هم یکی هستیم، پایه و اساس صحبتشون هست. که خدای ما با خدای شما فرق نمیکنه. ولی باز همون توی جزئیات که رفته میشه، آیات دیگه که توضیح داده میشه، یک کمک پایین تر بریم، فقط مثلا جزئیات نیست، همین از صحبت کلیشه یک کمک بریم پایین تر، میبینیم اختلافات خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکردیم.
حالا توی دنیای غرب هم، این فقط ادعای قرآن نیست، ادعای یه سری از مسلمان ها نیستش، تو دنیای غرب هم خیلی ها هستن، به خصوص تو این دور زمونه که این ادعا رو دارن میکنن. من یه مقاله دارم که همیشه بهش اشاره میکنم، مقاله‌ای که توماس فریدمن، یکی از ژورنالیست های خیلی مشهور آمریکا که برای نیویورک تایمز مقاله می نویسه، کتاب نویس توماس فریدمن، خیلی مسائل خاورمیانه رو چجزی تحلیل میکنه. بعد از 11 سپتامبر 2001 یه مقاله توی نیویورک تایمز نوشت که آقا مشکل دنیای امروز اصلا دینه و بنیادگرایی دینی. هر کسی که بگه دین من راست میگه و بقیه ادیان درست نمیگن، این خطره. خطر توی بنیادگراییه، خطر توی اسلامش نیست یا مسیح یا یهودی، توی بنیادگرایی هست. و امروز اگر میخوایم با صلح با هم زندگی کنیم، باید بگیم آقا هممون یه خدا رو داریم و یه چیزی رو قبول داریم، این راه صلح و صفا در دنیای امروزه. بعد یه اینجا یه پاراگراف داره تو مقالش توماس فریدمن، میگه که آیا اسلام، مسیحیت و یهودیت میدونن که خدا روزهای جمعه عربی حرف میزنه، روزهای شنبه عبری حرف میزنه و روزهای یه شنبه لاتین حرف میزنه؟ حالا خدا رو شو خدا لاتین حرف نمیزنه، وگرنه من و تو چیزی نمیفهمیدیم. ولی صحبت اینه که آقا عبری و عربی و لاتین، مسیحیت و یهودیت و اسلام همش یه خداست، به زبانهای مختلف این خدا داره حرف میزنه ولی اصلش یه خدا هست. و اینکه حالا توماس فریدمن که خب یه جورنالیست هست، ولی حتی توی چند ماه گذشته یه کتاب خیلی بحث‌انگیز توی آمریکا چاپ شد، یک الهیدان خیلی مشهور مسیحی از دانشگاه ییل به نام میروسلاف ووف. میروسلاف ووف که مال یوگسلاوی سابق هست این شخص، خودش کتابی نوشت به نام الله A Christian Response، الله یک جواب یک مسیحی. و میروسلاف ووف خیلی هم اعتبار الهیاتیش بالاست، حتی تو جامعه انجیلی مسیحی در دنیای غرب. و میروسلاف ووف هم میگه که آقا همین تیتر پایین پشت کتاب، آیا مسلمان‌ها و یهودی‌ها یک خدا رو پرستش میکنن؟ و جوابش همینه. و خودش میگه که آقا اگر میخواهیم در صلح و صفا زندگی کنیم و دائم با هم در دشمنی نباشیم، باید ما قبول بکنیم که ما یه خدا رو میپرستیم. حالا یه مقدار اختلافای کوچولو هست، جزئی هست به قول معروف، ولی اساساً رسول ووف میگه که ما مسیحی‌ها باید قبول بکنیم که الله و پدر عیسی مسیح یا یهوه همه یک خداست، فقط اسامی مختلفه. و اون مسلمون هم خدا رو میپرسته همونطوری که من مسیح میپرستم، و چه مشترکامونو خیلی زیاده و باید قبول کنیم که ما یک خدا رو قبول داریم. ولی توی این بحث هست که ما میخوایم بگیم که نه، واقعیت اینطوری نیست، ما اساساً با هم اختلافات خیلی عمیقی داریم. و میگم اختلافات نباید حتما دلیل کشتار و خشونت بشه. عیسی مسیح به بنده مسیحی دستور میده که همسایه خود رو محبت کنم مثل خودم و دشمنم رو محبت کنم. پس دلیل نیست که اگر کسی رو میخوام محبت کنم حتما اون شخص باید مثل من ایمان داشته باشه، مثل من فکر کنه. من میتونم با کسی که مخالف و دشمن من هستم محبت کنم و در صلح زندگی کنم، این وظیفه منه به عنوان یک مسیحی. ولی این صداهایی که توی دنیا داره بلند میشه، چه مسلمون متفکر که اون مقاله کامن ورد رو مینویسن، اون سند کامن ورد رو مینویسن به پاپ میفرستن، چه توماس فریدمنی که به عنوان یه ژورنالیست داره مینویسه، چه یه الهیدان مسیحی، همه به نظرم دارن به این طرف تو دنیای امروزه، همه که نه، یه عده دارن حرکت میکنن که آقا اختلافا رو بذاریم کنار روی وجه مشترک ها. من یه دوست ایرانی دارم در ایران که برگشت به من سالها پیش گفت شما مسیحی‌ها، برای مقاله نوشت که شما مسیحی‌ها که دارید تو کانالای مسیحی درباره مسیحیت صحبت می‌کنید، می‌خواید جنگای صلیبی را بندازید. هدف ما جنگ صلیبی را انداختن توی ایران یا تو دنیا نیست، هدف اینه که حقیقت چیه، واقعیت چیه، از کلیشه‌ها دور بشیم. و من فقط اینجا میخوام یه اشانتیون اشاره بکنم، بعد میخوام یه آیات قرآن رو برامون لطف کنی بخونی. یه کتابی که تازه تو آمریکا در اومده، نویسندش هم اصلا ادعای ایمان و مسیحیت و هیچی هم نمی کنه، ولی کتاب خیلی پرفروشی بوده تو آمریکا، خیلی خوشم اومد از این کتاب. چیچه کتابش هست؟ God is not one. خیلی تیچه بحث انگیزی هم هست، خدا یکی نیست. و نویسندش استفن پروثرو، استاد ادیان هست در دانشگاه بوستون در ماساچوست،
و صحبت این کتاب اینه که آقا این حرف کلیشه‌ای که همه خدایی رو ایمان دارن، همه داریم بالای یک کوه میریم ولی از راه‌های مختلف، آخر قله یکیه، حالا تو از این ور کوه میری، من از این ور کوه میرم، آخر کوه ما به هم میرسیم. به قول معروف اون فیلم معروفی که تو ایران بود، مارمولک، راه‌های رسیدن به خدا بسیار است. آره، راه‌های رسیدن به خدا بسیار است. همه به خدا میرسیم. همه ادیان اساساً یه چیزو میگن، اختلافات توی ظاهر هست. این نویسنده میگه این حرف مفت گرونه، این حرف کلیشه‌ایه، این حرف واقعیت نداره، این حرف کاذب باعث صلح و صفا توی دنیا نیست. و میگه که آقا اصلا ادیان اصلا بودایی ها اصلا به وجود خدا ایمان ندارن که یه خدایی وجود داره. نمیدونم هندویزم اصلا به هزاران خدا ایمان داره. اسلام و مسیحیت و یهودیت حالا میگن یک خدا، ولی اصلا سر این که اصلا خدا هست یا نیست، چند تا خدا هست، شخصیت خدا چیه، راه رسیدن به خدا چیه، گفت اصلا فرق داره. گفت اصلا مثل میمونه که کوهنوردا دارن از کوههای مختلف بالا میرن، اصلا از یک کوه ما بالا نمیریم. ما کلمات مشترک خیلی استفاده میکنیم توی اسلام و مسیحیت. اصلا ما همون صحبت اولمون در مورد وحدانیت بود و حالا جاهای دیگه. ولی تعاریف ما از این واژه ها بسیار متفاوته. و من امیدوار هستم توی این برنامه امروز خیلی دوستان عزیز مسیحی که از دین اسلام به ایمان مسیحی اومدن با یک دید تازه تری به ایمان مسیحی نگاه بکنن، و دوستان عزیز مسلمان که به هر حال مسیحیت رو دارن نقد میکنن، امیدوارم از لنزهای صحیح استفاده کنن، چون خیلی از دوستان عزیز مسلمان هم با اون چیزی که بهش معتقد هستن، این توی مسیحی هم این مسئله وجود داره که به اون چیزی که باور دارین و یا اون رو اعتراف میکنین هنوز آگاهی کامل ندارین. بله. حالا این صحبت این شد که، ولی من بیشتر مخاطبینی که من الان تو ذهنم دارن مخاطبینی هستن که میگن که همه ما یه چیز رو میگیم، هممون یه چیز قبول داریم، هممون به یه خدا داریم میرسیم. میخوام بگم که این حرفا همه جا داره زده میشه، ولی این حرفا واقعیت نداره، چون بنیادی ادیان با هم دیگه فرق دارن، همشون نمیتونن درست باشن. صحبت این God is not one، خدا یکی نیست، همینه. و فصل به فصل ادیان رو نویسنده معرفی میکنه، کتاب خیلی پرفروش و معتبری بوده. حالا من میخوام تو به یکی دو تا آیه در قرآن اشاره بکنی که از یه طرف قرآنی که ادعا داره ما همه را قبول داریم و خدای ما یکی و بیایم با هم متحد باشیم، از یه طرف حالا درباره اساس ایمان مسیحیت مثلا چه آیه‌ای در قرآن می میخوام سوره 9 رو بخونی. این قرآن هم که داریم ازش استفاده میکنیم ترجمه الهی قمشه‌ای هست. بله، قرآن آقای قمشه‌ای رو البته من تو اون برنامه پژوهشی در قرآن گفتم، ایشون خیلی از خودش هم کلمات فارسی اضافه میکنه به ترجمهش، خیلی قرآن تفسیری هستش. ولی حالا واسه این برنامه ها من دیگه گیر نمیدم به ترجمه آقای قمشه‌ای. ولی سوره نو سوره توبه آیه 30 رو خدمتتون میخونم. میگه یهود گفتن عزیز پسر خداست و نصاری گفتن مسیح پسر خداست، این سخنان را که اینان بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشرک پیشین نزدیک و مشابه میکنند، خدا آنان را هلاک و نابود کند، چرا آنان باز به خدا نسبت دروغ بستن. بله، پس ببینید، حالا من میخوام شما اول یوحنا 5:11 رو برامون اگه لطفا نگاه کنید. ببینید، ما اینجا کتابی که بارها و بارها میگه ما اهل کتاب رو قبول داریم، ما اون پیغامشون رو قبول داریم، ما مسیح رو قبول داریم، ولی چه نوع مسیحی رو، کدوم تعریف از مسیح رو، کدوم اساس اهل کتاب رو؟ چون برمیگرده خیلی مستقیم میگه مسیحیایی که میگن عیسی پسر خداست، کدوم مسیح رو نمیگه، کدوم مسیح رو نمیگه. این اساس ایمان ما مسیح است. قرآن میگه اینا در کفرن و هلاکت خدا رو روی اونها میطلبه. حالا به عنوان فقط یه مقایسه دو تا کتاب، درسته، اول یوحنا 5 آیات 11 و 12، آیه 11 و 12 میفرماید و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست، آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات رو نیافت. ببین، من همیشه وقتی دارم درباره اسلام و مسیحیت صحبت میکنم، تو دستم یه قرآن میگیرم و یه کتاب مقدس. میگم دو تا کتاب اینجا داریم، هر دوی این کتاب‌ها ادعا میکنن آخرین، بالاترین، کاملترین پیغام خدا برای بشریت هست. یه کتاب میگه انجیل راه رسیدن به خدا، ایمان به مسیح به عنوان پسر خداست، حیات ابدی، کلید حیات ابدی عیسی مسیح پسر خداست. یک کتاب 600 سال بعد ادعا داره از طرف خدا اومده، میگه این حرف کفره، حرف مشرکینه، لعنت و هلاکت خدا بر شما باد به خاطر این کفر.
ببینید ما با هم رو درواسی که نباید داشته باشیم. یا منده مسیحی که الان به مسیح ایمان دارم حیات ابدی رو دریافت کردم، یا اگر ادعای قرآن درسته بنده زیر لعنت و هلاکت خدا هستم. این دوتا نمیتونه هر دو با هم درست باشه. من یه فیلسوفی میگفت امروزه انسان‌ها به دین به عنوان یک ابزار نگاه میکنن که آقا تو نمیتونی بری تو آشپزخونه بگی این قاشق حقیقت داره، قاشق حقیقت نداره، قاشق واسه استفاده ابزاریه. دینم چون فقط با استفاده ابزاری خیلی بهش نگاه میکنن، آقا این به تو آرامش میده، به تو نمیدونم صبر میده، امید میده، دین واسه همین کاراست. صحبت ما اینجا اینه نه، دین ادعای حقیقت میکنه و وقتی ادعاها با هم تناقض داره نمیتونن هر دو درست باشن. یا قرآن اینجا داره درست میگه یا انجیل، هر دو نمیتونن با هم درست باشن. این پس صحبت ما هست تو این برنامه. این حالا میگم صحبت اشانتیونیه، ولی اینکه صحبت ما تو این برنامه اینه که یک مقدار اختلافات الهیاتی اسلام و مسیحیت رو مطرح بکنیم درباره خدا، درباره انسان، درباره مسیح. حالا نمیدونم به کتاب مقدسم به مسئله الهام و وحی برسیم نرسیم، ولی تو این چند روزی که بنده اومدم این استودیو من میخوام رو این مسائل صحبت کنیم. و شخصیت خدا، مثلا صحبت تثلیث، صحبت جزئی نیست. شخصیت خدا چیه؟ اونطوری که قرآن معرفی میکنه و اونطوری که کتاب مقدس معرفی میکنه. دکتر اساساً در واقع اون مسیحیتی که اسلام تایید میکنه، که البته جاهای بسیار زیادی هست که اهل کتاب رو تایید میکنه، کتاب آسمانی مسیحیان رو تایید میکنه، مسیحیتی که کتاب اسلام تعریف میکنه و تایید میکنه کاملا چیزی متفاوتی هست از اون چیزی که مسیحیان بهش معتقد هستن. آمین. 100%. حالا به این نکته خواهیم رسید. چه نوع مسیحیتی در اسلام تایید میشه، در قرآن تایید میشه و اون چه ربطی داره با مسیحیتی که ما در تاریخ میبینیم و در کتاب مقدس میبینیم. درباره انسان میخوایم نگاه بکنیم. گناه چیه؟ نجات چیه؟ تعریف اسلام چیه؟ تعریف مسیحیت چیه؟ مسیح کیه؟ آیا مسیح روی صلیب مرد یا نمرد؟ آیا مسیح خدای مجسم هست یا فقط و فقط یک انسان پیام‌آور بود؟ اینا پس فرقای کوچولو نیست، جزئی نیست، اینا اساس ایمان ما هست. و یک کتابی که من حالا بارها تو این برنامه بهش اشاره خواهم کرد، کتابیه که در قم چاپ شده و نوشته شده، یک روحانی شیعه که من این شخص محترم رو ملاقات کردم چندین بار، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، که خیلی ایشون داره درباره مسیحیت ترجمه میکنه مینویسه. کتابی هست به نام درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، که خیلی به نظر من اقلا قسمت اسلامش رو منصفانه داره میگه آقا ما حرفامون با هم یکی نیست و فرقهای خیلی اساسی بین اسلام و مسیحیت هست، باید از رودرواسی و خجالت بگذاریم و با احترام و صادقانه این موضوع رو با هم دیگه باز بکنیم. خب به فیض خدا ما این برنامه رو ادامه خواهیم داشت داد. من فکر میکنم بوده 15 تا 17 جلسه متفاوت باشه. به اندازه تاریخ کلیسا نخواهد بود. اینو میتونیم قول بدیم. برنامه 100 جلسه نداریم. به فیض خدا ما هفته آینده دوستان از اگر ما دنبال بکنیم و این سری درس‌ها رو در حضور دکتر ساسان توسلی ادامه خواهیم داد. امیدوارم که ازش بهره ببرید. با ما تماس بگیرید، نظرات و سوالای خودتون رو برای ما بفرستید. تا هفته آینده شما رو به دستای مسیح میسپارم.